خب شما توی آیفونتون یه سری برنامه ممکن نصب کرده باشین، یه سری برنامه داشته باشین، بخواین اونا رو جابجا بکنین یا حذفشون بکنین. مثلا الان اینجا ما یه دونه کانتکس رو داریم که به صورت پیش فرض توی صفحه اصلی آیفون نیست. اینو من خودم اینجا درک کردم و آوردم. خب حالا می‌خوام ببینیم چجوری میشه این کار انجام داد. شما هر کدوم از برنامه‌هایی که نصب کردین و اینجا رو دارین، هر کدومش رو اگه انگشتتون روش نگه دارین، تمام برنامه هاتون یه همچین اتفاقی واسهشون میفته که شروع میکنن به لرزیدن و یه ضبدر هم گوششون میاد. اگه شما این ضبدر رو بزنین، بزنین من یه لحظه، میگه مطمئنی میخواییم برنامه رو پاک کنیم، مثلا این برنامه هارت آر ایت رو من نمیخوام پاک کنم، کنسل رو میزنم. اگه خواستم پاکش بکنم دیلیت رو میزدم. یا ممکن شما بخواییم جابجاش بکنین، این هارت رو من میارم اینجوری نگه میدارم، به این لبه اگه بیارمش توی این یکی صفحه میاد، اگه این یکی لبه بیارمش به سمت این یکی صفحه میاد. یعنی اگه بیاین اینجاها صفحات بعدی میاد، بیاین اینجاها صفحات قبلی میاد. یه کار دیگه هم که میتونیم بکنین حالا غیر از جابجا کردن و اضافه کردن و پاک کردن، البته اضافه کردن که نه، اضافه کردن جور دیگه، ببخشید، غیر از پاک کردن و جابجا کردن، اینه که شما میتونین فولدر بندی کنین. مثلا من اینجا الان سه تا برنامه دارم که هر سه تاش در رابطه با رادیو، تیون این رادیو 105 و وان اف ام. حالا اگه خواستم میتونم مثلا این وان اف ام رو بیارم روی 105 و یه فولدر درست کنم، همونطور که شما اینجا میبینین الان برای مدیریت راحت تر اونا یه فولدر درست میکنه. اگه خواستم این یکی هم درگ کنم، این یکی هم اینجوری میارم روش و حالا اسم این فولدر هم من میتونم بذارم ری دیو. البته اگه درست بتونم تایپ کنم ری دیو. کارم که تموم شد، این دکمه هوم رو که قبلا صحبت کردیم رجبش میزنم و دیگه الان چیز خاصی نداره. حالا اگر خواستم، بله باتریم داره تموم میشه، اگه خواستم میتونم اینا رو مثلا بیارم بیرون دوباره، یک کلیک نگه میدارم میارمش بیرون، به همین سادگی. دوباره تموم شد، دکمه هوم رو میزنم.